جنگ جدید بین کشورهای چاینا و تایوان در راه است. سلام دوستای عزیز، وقتتان بخیر. با چاینا لایو پلاس خوش آمدید. در این بخش به جزئیات این تنش ها میپردازیم، لطفاً با ما همراه باشید. ارتش کشور چاینا برای بررسی دفاعی تایوان کشتی ها و هواپیماهای جنگی خود را به منطقه اعزام کرد. وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که 13 کشتی و 68 هواپیمای جنگی در تنگه تایوان مانور عملیاتی انجام می دادند. از این تعداد 49 فروند هواپیمای جنگی وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی تایوان شدند. فرستاده ویژه آمریکا جان کری قرار است ماه آینده با همتای چینایی خود دیدار کند. پکن اظهار داشته که دیگر با دولت ایالات متحده در مورد بازگرداندن مهاجران غیر قانونی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر همکاری نخواهد کرد. دلیل این کار پکن سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان بدون توجه به مخالفت‌های شدید چاینا بود. سخنگوی پنتاگون تاد بریسیل روز جمعه گفت که کشور چاینا بیش از حد به سفر نانسی پلوسی واکنش نشان داده و آن را بهانه خوبی برای مانورهای هوایی و دریایی این کشور میدانست. یکی از مقامات سفارت چاینا در کشور آمریکا گفت که شما با این کار کشور ما را تحریک میکنید. تایوان یکی از مسائلی است که ممکن است کشور ما با ایالات متحده وارد درگیری یا حتی جنگ شود. جزیره تایوان که با نام چین تایپه هم شناخته میشه، تشکیل شده از چند جزیره در نزدیکی کشور چاینا میباشه. پرتغالی‌ها در سال 1590 میلادی این جزیره را کشف کردند و از سال 1641 تا 1661 به دست هلندی‌ها اداره میشد. دودمان چینگ سال 1683 بر این جزیره تسلط یافت و در جنگ ژاپن با چاینا آنها شکست خورده و تایوان به دست ژاپنی‌ها افتاد. ژاپنی ها نقش موثری در توسعه و گسترش این جزیره داشتند. با شروع جنگ جهانی دوم به علت اینکه تایوان تحت تسلط ژاپن بود، آمریکایی ها در طول جنگ چندین بار این جزیره را هدف بمباران شدید خود قرار دادند. پس از جنگ جهانی دوم تایوان از ژاپن پس گرفته شده و بخشی از جمهوری چاینا شد. در سال 2002 چن شویی که بر ریاست این جزیره انتخاب شده بود، طی یک سخنرانی به شدت علیه کشور چاینا صحبت کرد و در آخر ادعا کرد که این دو از هم جدا هستند و تایوان را یک کشور مستقل دانست. تنش‌ها بین چاینا و تایوان در مارچ 2005 با تصویب قانون ضد تجزیه طلبی در پارلمان این کشور به اوج خود رسید. مسئله چاینا و تایوان همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات روابط بین المللی بوده. از همان مراحل آغازین جدایی طلبی تایوان، دولت آمریکای جزیره را مورد حمایت همه جانبه قرار داد، به طوری که تایوان با پشتوانه آمریکا تا سال 1971 در سازمان ملل متحد نماینده جداگانه داشت. در اوایل دوران جنگ سرد، کشورهای غربی و سازمان ملل متحد در صدد مشروع جلوه دادن این جزیره برآمدند. ولی در سال 1971، نماینده تایوان از سمت خود در سازمان ملل متحد اخراج شد و کرسی آن به دولت چاینا واگذار شد. حالا شی جینگ پینگ رئیس جمهور چاینا بعد از سفر پولوسی به تایوان دستور مانور نظامی بی‌سابقه و به تعلیق درآوردن تجارت کالاهای اساسی به تایوان شد. ایالات متحده و تایوان برای تغییر وضعیت موجود در تنگه تایوان تلاش دارند که همین باعث خشم کشور چاینا شده. این دو منطقه در یک قدمی جنگ با همدیگر قرار دارند.